واکنش سریع قوه قضاییه به یک خبر. خبر این بود، تیتر یک دیروز روزنامه آسیا این بود که یک کارخانه با 500 کارگر داره تعطیل میشه یا دارن تعطیل میکنند و بلافاصله قوه قضاییه واکنش نشون داده. عصر دیروز تماس‌های مکرری از مسئولان رسانه قوه قضاییه داشتیم و خلاصه در نتیجه آقای سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور قرار بازدید از این کارخانه دارویی و بهداشتی رو گذاشته و امروز در کارخانه حاضر شده و با حوصله تمام از این کارخانه بازدید کرده. در بازدید خودش ضمن تحسین کارگردانان، صاحبان، مدیران و مهندسان این کارخانه دارویی و بهداشتی که کالاهای مختلفی رو تولید میکنن، به اونها قول مساعد داده که نگذاره وقفه‌ای در تولید این کارخانه به وجود بیاد. ایشون با احضار مسئولان محلی، مسئولان دادگستری استان البرز، با مدیران این کارخانه جلسه ای تشکیل داد و در اون جلسه تصمیم گرفته شد که مشکل این کارخانه با کسانی که در میان در این رابطه هستند به طور مسالمت‌آمیز، صلح‌آمیز و به قول عوام کت خدا منشانه حل بشه. قرار شد که یک هفته یا 15 روز دیگر جلسه ای تشکیل بشه و اونها به توافق برسن و کارخانه به کار و تولید خودش ادامه بده و 500 کارگر بیکار نشن و یک کارخانه دارویی هم متوقف نشه کارش. کار بسیار زیبایی بود. امیدواریم که مسئولان زیر دست این تصمیم آقای سعید عمرانی رو اجرا بکنن. امیدواریم که در اجرای این تصمیم کوتاهی نکنند یا تفره نروند یا بیراهه نروند. امیدواریم اینطور باشه. و اما خبرهای امروز در سر صفحه، گشایش اقتصادی که گفته بودن بالاخره امروز اعلام شده، فروش 220 میلیون بشکه نفت به مردم. دولت قصد داره با فروش 220 میلیون بشکه نفت بخشی از کسری بودجه خودش رو جبران بکنه. برای فروش این نفت، در واقع پیش فروشش، قراره که دلار و سکه رو از مردم بگیره و به جاش به اونها پته‌های 3 ساله نفتی بده. پته هم یک نوع سند هست، یک نوع در واقع سکه یا برگه کاغذ مقوایی است یا مهره فلزی است که حکم پول رو داره و همین هم میتونه بالا و پایین بشه. اما فکر نمی کنم این گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد بکنه. امیدواریم که بکنه. در هر صورت با این وعده هایی که دادن و با این حرفی که امروز زده شده، کلن خیلی ها دل سرد شدن. شاید هم به خاطر همین موضوع بوده که شاخص کل بورس امروز 13435 واحد کاهش پیدا کرده، اگرچه با اقداماتی که رئیس کل بانک مرکزی کرده ارزش دلار اندکی پایین اومده، امروز روی 21000 تومان بوده و یورو هم روی 24700 تومان یا 25000 تومان بوده و سکه هم ما بین 10 میلیون و 500 هزار تومان تا 11 میلیون تومان در گردش بوده قیمتش و هر اونس طلا در بازار جهانی هم اونطوری که دیجی گولد گزارش داده 2030 دلار امروز خرید و فروش می شده. همه اینا تاثیر گذاشته خود روی خود دیجی گولد 18 عیار. هر دیجی گولد 18 عیار هم امروز 10290 تومان و 7 ریال قیمت گرفته. و اما خانه های خالی که خیلی روش صحبت هست، امروز دیگه آقای محمود محمودزاده حرفای درشتی زده، گفته تمامی واحدهای خالی باید برای اجاره یا فروش عرضه شوند. حتی یک واحد خالی هم نباید در شهرها و یا مناطق مختلف وجود داشته باشه. ایشون روی این موضوع خیلی تأکید کردن که حکم به این صورت اجرا خواهد بود. ایشون گفتن ما به مالکیت توجه نداریم که یکی 200 خانه داره یا 300 تا خانه داره یا یک خانه داره. منظورمون این هست که خانه خالی نباید باشه. و اما
برای همین هم مالیات خانه‌های خالی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی که می‌گویند خیلی زیاد هست دو برابر شده. این خبر رو معاون وزیر راه و شهرسازی آقای خیرالله خادمی داده و جالب اینه که در دفاع از این موضوع آقای همتی هم حرفای زده، گفته که خانه‌ها خالی نیست، گفته کمتر از 10,000 ملک متعلق به 30 بانک عمدتاً اموال تملیکی است و اینا برای فروشه، برای فروش اما خالی مانده، کسی نمیخره. اموال تملیکی یعنی خانه ها و ملک های مردم رو بانک ها به زور گرفتن، این خانه ها رو کمتر میخرن و اونها هم خالی نگه داشتن. 10,000 بانک رو آقای همتی اعتراف کرده. در صورت این خانه های خالی چه متعلق به بانک باشه چه متعلق به مردم باشه باید پر بشه، اگر پر نشه مشکل مسکن حل نمیشه. و خبرهای دیگر این که اتومبیل‌های دپو شده در مناطق آزاد همه آزاد شدن، میان بیرون، غیر از اتومبیل‌های آمریکایی یا سفارش آمریکا. نمی‌دونم چرا آمریکایی نباید بیاد، بالاخره اتومبیلی است که خریده شده و پولش هم داده شده. واکنش‌های منطقه‌ای یا جهانی هم به این صورت بوده که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته دولت‌های منطقه از خلیج فارس تا اسرائیل حامی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران هستند و نخست وزیر لبنان هم استعفا کرده پس از اون اشغال‌ها و اتفاقاتی که دیروز و پیروز اتفاق افتاده. و اما در پایان اشاره می‌کنم به یک یادداشت خواندنی از آقای حامد آینه‌وند. حامد آینه‌وند در یادداشت امروز خودش نوشته ای کاش حاکمان ما می توانستند درک کنند که تهدید و تهدید اصحاب قلم نه تنها به هیچ وجه در راستای منافع ملی ما نیست، بلکه حتی به نفع ادامه حیات نظم سیاسی فعلی هم نیست و روز به روز به نفرت عمومی از صاحبان قدرتی که صدای مردم را سانسور می کنند دامن خواهد زد. نویسنده در ادامه این مطلب نوشته وقتی یک نظام سیاسی با اتخاذ سیاست‌های نادرست مرجعیت رسانه‌ای را به خارج از مرزهای خود منتقل می‌کند معنایی جز آن که به پاهای خود شلیک کرده است ندارد. بدیهی است که با پاهای زخمی راه زیادی نمی‌شود رفت. عدم رسیدگی به خونریزی به مرگ خواهد انجامید. نویسنده آقای حامد آینه‌وند در پایان نوشته تاریخ به ما میگوید رژیم هایی که به جای مدیریت اوضاع از مسیر آزادی رسانه ها به سلاح پناه بردند سرنوشت خوبی پیدا نکردند، چون مشهور است که به سرنیزه میشود تکیه داد اما نمیشود روی آن نشست.